مجموع کمک امروز هستند استادای بزرگوار 8,20,000 افغانی از طرف ادقولی های مقیم بریتانیا. خدمت برادرانی مقیم لندن سلام عرضیم. ما به نوبه خود از کلیه برادرانی که در انگلیس تشریف دارن کمک کردن، برادر بسیار اظهار تشکری و سپاس را داریم. از همه مسافرین محترم بسیار تشکر میکنیم، جهان سپاس میکنیم از شما، چنان که شما در گذشته هم کمک کردین، همکاری کردین، از شما بازم تشکر. سدی که اینجا ساخته شده خیلی سد مفیدیه، بند مفیدیه. با واسطه همین بندی که اینجا ساخته شده الحمدلله چاهای کنده، شفقال، گلبن، چنبرا و گرگ و کله همه آبش زیاد شدن. اما کیا سهم گرفته؟ شما هم از مگد زیادتر به نظر پافشاری دارین که نامای مبارک دستا یک دفعه خوانده شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام، برای شادی روح سالار شهدا حسین ابن علی علیه السلام، شادی ارواح شهدای سرفراز ادقول و جاغوری و کل افغانستان اجماعا یک صلوات خاتم کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستای محترم بیننده، امروز بس جای افتخار است. بزرگان ادقول، علما، مسفیدان و جوانان اینجا جمع شدن و امروز به احترام اونمو کمک همده که پیش ازی سابقه نداشته بودن. درست. و تعدادی از عزیزای سهم گرفته که این همه لیست دور و دراز هم به سابقه بوده و با افتخار نام میگریم که هماهنگ کننده پول امروزی حیات الله محمدی و جمعی از دوستایش هستن از انگلیس. ما پیام دوستار خدمتشون میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند توانا و دانا که انسان را به تفکر و تعقل فرا میخواند. حضور ارجمند مردم غیور ادقول و مخصوصا خادمان عزیز مردم ما که شبانه روز برای آبادانی منطقه و دیار آباییشان زحمت میکشند درود میفرستیم. از بارگاه ایزد منان برای یکایک شما عزیزانی که به هر نحوی در اعمار بند آب شهدا و دیگر بندهای آبی منطقه و برای سرسبزی و خدمات در راه‌های مواصلاتی منطقه سهم گرفتید، پاداش نیک در دنیا و آخرت تمنا داریم. امید است که کمک‌های مالی اتحادیه ادقولی‌های مقیم بریتانیا که پیام همدلی و اتحاد را به خود دارد در بهترین حالت به دست شما رسیده باشد. ما باورمندیم شما خوبان جامعه ما که دغدغه خدمت برای مردم و دیار خیش را در سر دارید، پاسداران خوبی برای نگهداری از عزت و سربلندی نیکنامان دیار مرتخیز ادقول هستید. همچنان امانتداران امین و خوب برای کمک های مردمی، اماکن عمومی و بندهای آبی در منطقه می باشید. این وظیفه انسانی، ایمانی، وجدانی و مسئولیت اجتماعی همه ماست تا در راستای اتحاد، همدلی، همپذیری و آبایی جامعه و منطقه خیش همیشه تلاش کنیم تا این حس تعلق و همپذیری در درون جامعه ما روزافزون شود. ما زمانی می توانیم رو به جلو حرکت کرده و پیشرفت کنیم که از هر گونه مسائلی در درون جامعه باعث ایجاد و نفاق و کدورت می شود دوری کنیم. اتحاد و همدلی خیش را حفظ کرده و به آبادانی، فقر زدایی و پیشرفت دیار خیش بیندیشیم و از هیچ گونه سعی و تلاش در این راه دریغ نکنیم. بزرگان و عزتمندان سرزمین مردخیز ادقول، تأسیس بنیاد شهدای ادقول یکی از نیازهای مبرم و اساسی جامعه ما می باشد تا جمع‌آوری کمک‌ها و وجوهات شرعی مردم خیش را متمرکز سازی کنیم. برای تأسیس این بنیاد به همکاری بزرگان، علما، روشنندیشان و روشنفکران جامعه خیش نیازمندیم تا دست در دست هم داده این بنیاد را تأسیس و بودجه بنیاد شهدا را برای ایجاد شغل، فقر زدایی و آبادانی منطقه متمرکز سازی کنند.
این یک پیشنهاد است. در اخیر از همه عزیزانی که مسئولیت مالی پروژه بند شهدا و دیگر پروژه های خدماتی در منطقه را به عهده دارند، به خاطر زحمات شبانه روزیشان یک بار دیگر صمیمانه سپاسگزاری نموده و تقاضا داریم تا حسابدهی مالیتان، بودجه و موارد مصرف آن را به طور شفاف در اختیار مردم و مخصوصا آن عزیزانی که در این پروژه ها سهم گرفتند قرار دهید. تا حس اعتماد، همکاری و همدردی در بین مهاجرین ما در داخل، در خارج و سخاوتمندان جامعه در داخل کشور بیشتر از پیش ایجاد و مستحکم شود. حسابدهی شفاف باعث ایجاد اعتماد در بین سخاوتمندان جامعه شده و به رشد توسعه و اقتصاد و فرهنگ همدلی در جامعه کمک می کند. اتحاد، همپذیری و همکاری شما باعث عزت، سربلندی و پیشرفت در جامعه ما خواهد شد. با احترام، اتحادیه اتقولی های بریتانیا. انشاءالله که عزیزان ما به سلامت باشه و اتحادیه و یا بنیاد شهدای اتقول هم پابرجا باشه و برکت این اتحادیه اتقول را زیباتر، سرسبزتر، مردم را انشاءالله سیرتر بگردانه و مستحکمتر از پیش در راستای آبادانی و شکوفایی منطقه گام برداره. و ختم یک صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای بود دوستای محترم پیام دوستا، که واقعا پیام بسیار عالی، پیام بسیار ارزشمند بودن. مجموع کمک امروز هستن استادای بزرگوار 8,20,000 افغانی از طرف اتقولی های مقیم بریتانیا. اما کیا سهم گرفته؟ شما هم از مقد زیادتر به نظر پافشاری دارین که نامای مبارک دستا یک دفعه خوانده شوه انشالله. شروع نیم بخیره. اولین نفر محترم آصف غلامی شبقال بالا 50 پوند، از انگلیس خوب پوند از دریه. رحمت الله یاوری شبقال بالا 200 پوند. زیا قربانی شبقال بالا 200 پوند. علی امینی کهنده 220 پوند. محمد خان حسینی علی آباد گردن 150 پوند. رحمت الله قاسمی گرگ 100 پوند. عبدالعلی عطایی علی آباد گردن 100 پوند. افتخاری مقصودی گلبند 200 پوند. کاظم نجفی گلبند 200 پوند. نعمت الله قنبری خوشمراد 50 پوند. یاسین یاوری حلیمی خوشمراد 50 پوند. جاوید رحیمی ملا شیرجان کدام آقل دوستا؟ امی آقل ملا بگیم یا ملا شیرجان بگیم؟ ما زمانی که در اتقال بودی که ملا آقل ملا ما گفتیم ملا مشهورتره؟ امیر آقل ملا مگیم. جاوید رحیمی آقل ملا 150 پوند. حمید احمدی شبقال بالا 200 پوند. عزت الله غلامی ده مرده گلزار یا گلزار 60 پوند. مامور صاحب گور 100 پوند. عصمت الله قربانی شبقال بالا 200 پوند. براتلی رحیمی آقل ملا 100 پوند. رضای افغان بیک شبقال بالا 100 پوند. انور محمدی گردن 50 پوند. عزت الله قربانی آقل خان، آقل خان 100 پوند. آقل خان را شما آقل خان آقل کاکا. خب آقل کاکا رحمت قربانی آقل کاکا یا آقل خان 100 پوند. سرور محمدی خوشمراد که دفعه پیشم بسیار 1,300,000 و چند صد برای ترمیم سرگ مسافر اون که ده بود تشکر 120 پوند. سلمان رسولی خوشمراد 80 پوند. تقی علیزاده خوشمراد 100 پوند. رحمت حسنی علی آباد 150 پوند. شوکت علی احمدی نوکاریز گردن 70 پوند. عزت الله ناصری شبقال بالا 200 پوند. محمد علی قلندری آقل خان آقل کاکا 50 پوند. علی محمد محمدی نوده 100 پوند. معاصف محمدی نوده 100 پوند. جواد شهید زاده گرگ 60 پوند. لطیف ناصری شبقال بالا 150 پوند. عزیز نبی زاده گرگ 50 پوند. سلطان نوری نوده 50 پوند.
حنیف غلامی شبقال بالا 100 پوند، عبدالخالق قلندری ملا شیرجان 50 پوند، حیات الله کریمی گرگ 100 پوند، حیات الله محمدی علی آباد گردن 100 پوند، شکرالله محمدی علی آباد گردن 50 پوند، ناصر حسین شیرزاد شبقال بالا 200 پوند، حمیدالله رحیمی ملا شیرجان 50 پوند، قیوم مرتضایی زوارو 200 پوند. علی سلیمی کهنده 200 پوند، زیار رضایی چنبرا 100 پوند، رحمت الله نجفی گلبند 250 پوند، عزیز حاتمی بدک 40 پوند، امان هزاره بچه آجی جمعه گلبند 200 پوند، اسحاق علی حسنی جاله 30 پوند، جاوید رضایی ملا شیرجان 50 پوند، حکیم اکرمی گردن 150 پوند، اسد خان گنبد 50 پوند، عارف امیری خوشمراد 100 پوند، آصف رحیمی گرگ 100 پوند، مصطفی مهتر نوده 120 پوند، حبیب رویی شاغل خان 50 پوند، اسماعیل لاله حسینی، اسماعیل لاله حسینی گرگ 100 پوند، رمضان علی ابراهیمی از چنبرن 100 پوند، عارف رحیمی گرگ 60 پوند، حفیظ حسینی زوارو 100 پوند، هادی رحیمی ملا شیرجان 100 پوند، نادر حسینی شبقال بالا 300 پوند، زنده باشین، عزیز رضایی گلبند 100 پوند، زامن علی مرزایی دره ترکمن 30 پوند، عوضعلی فاضلی غزنی 30 پوند، محترم رازق کلانتری شیخعلی 20 پوند، اسمت الله احمدی بهسود 20 پوند، رضا دولتی از کویت پاکستان 10 پوند، کریم یاوری بهسودی 10 پوند. در مجموع عزیزای همکار از تعدادش رسیده 69 نفر. 69 نفر کل عزیزایی بودند که خواستن کار از شما ناقص نمانه، ناتکمیل نمانه. و کاری که ما و جناب آقای محمدی گفتیم که با مشوره آقای احمدی گفتیم یعنی 10,000 از این نباید کم شنن از کابل تا اینجا را نه آه. اگر از کابل تا اینجا را بازم اول هم شد دوستا 10,000 هم شد این میره در پشت خوده خدا گفته کوچه در کوچه گفته انشالله که مشکل پیش نمیه دیگه حاصل تلاش ها و زحمت های عزیزای بوده که شب و روز تلاش کرده در این شرایط از انگلیس این قدر کمک سخته دوستا وضعیت انگلیس در ما معلومه متاسفانه بعد از پدیده شوم جنگ در اوکراین وضعیت دوستا خوب نیست بان هم دوستای ما کمتر نصف نان خورن نوش جان کردن نصفش را هزینه کردن تا انشالله دوستای ما اینجا با آب باشه و بالاخره نتیجهش خودکفایی جامعه رو در پی داشته باشه یکی از بزرگان مردم و دیار از ما و شما حاجی صاحب لطفی هسته در دسترس ایشان قرار میدیم تا از طرف جمع از ما و شما تسلیم قنبر یاوری کنه دیگه چطور؟ یا امیر دست به دست منه نار رقم که دل شما ما استاد بزرگوار ی هشت لگو یعنی سه لگو بیست یک لگ دو لگ سه لگ چهار لگ پنج لگ ای شش آفت هشت هشت و بیست هشت لگو بیست هزار افغانی از برادران عزیزی که در انگلستان زندگی میکنند یک دنیا تقدیر و تشکر میشود خداوند به برادران خیر دهد و مال و رزق و روزی و عمرش انشاءالله خدا برکت بدهد بسیار تشکر می شود از اون برادرها که در این شرایط سختی که ما می شنویم اونجام گرانیه اونجا زحمت کشیدن شب و روز کار می کنن زیادی از خرج و مصارف خود را جمع می کند برای آبادانی کشور می فرستد از اینا یک دنیا تقدیر و تشکر می شود و برادران عزیز بداند این کمکی که شما می فرستین اینجا برای ساختن بند یا برای ساختن راه
انشالله اجر شما پیش خداوند محفوظ است. اگر در احادیث اسلامی داریم اگر یک کسی یک سنگ را از سر را یک مسلمان بر می دارد یک کنار می اندازد تا یک آبری از اینجا رد می شود پایش به این سنگ گیر نکند، در روایت دارد که بهشت بر این شخص واجب می شود، جایگاه اون چنین شخصی در بهشت است. با این پولی که شما فرستاده این خدا شما راضی باشد. الحمدلله یک سرک بسیار خوبی از پاتو تا خودخل تعمیر شده و درست شده که آل مطرها براحتی عبور مرور می کند. با این کمک که شما از اونجا می کنید برای ساختن بند و از این سد، وقتی که آب پشت این بند استاده می شود از هر قطره این آب اگر مرغ هوایی یا یک درنده بیابانی یا یک انسانی استفاده می کند ثوابش برای شما می رسد انشاءالله. این سدی که اینجا ساخته شده خیلی سدی مفیدیه، بندی مفیدیه. با واسطه امین بندی که اینجا ساخته شده الحمدلله چاهای کنده، شفقال، گلبن، چنبرا و گرگ و کله همه آبش زیاد شده. از هر قطره آبی که مردم از اون چاها استفاده می کند انشالله ثوابش برای شما می رسد. خداوند به شما اجر دهد، خداوند به شما خیر دهد، خداوند به این برادرانی که اینجا تلاش می کنند، مهندسی می کنند، کارگر پیدا می کنند، راه رو می سازد، بند می سازد، به این نام خداوند انشالله خیر دهد، اجر و پاداش نیکو برایشان رحمت کند. دیگر مسئله ای که بسیار مهم است، این بند را وقتی که یک متر دو متر از اول بند اونجا یا پنج متری بلند میکرده بلند شده است، خب عرض این بند ببینین 100 متره، طولش که هرچی حساب کنی مثلا 500 متره، یک متر که از اونجا 100 بلند میشود این 100 متر عرض آب است، ضرب در 500 متر میکنیم چقدر به گنجایش امین سد افزوده می شود. بسیار کار شایسته ای کردین، خداوند انشاءالله به شما خیر بدهد، خیر دنیا و آخرت بدهد، خداوند شما را در مسافرت اونجا در پناه رحمت خود حفظ کند. امیدواریم که در از این به بعدم در آینده مردم خود را، ملت خود را فراموش نکنید، از این کمک های خود از ما دریغ نکنید. جهت سلامتی همه برادرانی که در خارج از کشور زندگی میکند، برای اینکه خداوند مشکلاتشان را برطرف کند، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. محمد باجی مگه یاوری است؟ یاوری بود قمر یاوری؟ آره قمر یاوری. از این طرف است مسئول بیر آقای علیزاده رو میده اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه با شما یک دو سه نکته را بازم از کمک و همکاری برادران خارج از کشور به خصوص برادران مقیم انگلیس کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. انشاءالله که چیزی که پیشتر گپ های گفته شد از زبان بعضی دوستا و بزرگان این منطقه گفتی بند تقریبا هموار نشده، این سرکی که با اون سرک وصل میشه اگر تقریبا یک زینه و دو زینه اگر بالا بره بهتر خواهد بود. این نکته بسیار مهم و اساسیه عزیزان برادران، چنان که شما در گذشته هم کمک کردین همکاری کردین از شما بازم تشکر. از این به بعدم مراحل حساس رسیده، تقریبا این بند در حال جور شدن و تعمیر شدنه و دو پله و یا یک پله یا یک زینه دو زینه که به اصطلاح ای اگر بالا بره و این راه به اصطلاح راه سرک مسافر تقریبا هموار میشه بالای بند. این نکته بسیار مهمه که من پیشتر از سرک شهدا از برادران عزیز شنیدم. اینی را هم توجه داشته باشه عزیزان و برادران، خداوند بابروی امام حسین انشاءالله اموات گذشتگان همه شما را ببخشه و بیامرزه، شما را سرفراز دنیا و آخرت داشته باشه. انشاءالله که از همه شما تشکر داریم، سلامت باشین، موفق باشین در این کار خیر انشاءالله و امر خیر
بازم در آینده هم دوستانتان را که در اینجا زحمت میکشد تلاش میکنه یاری کنید. خود از همه برادران مسافر که از وطن و دیارشان دور افتاده اند در گذشته ها کمک کردند و امروز ما در مجلس نشستیم که کمک عزیزان برای ما رسید، برای مردم رسید، کمال سپاس، تقدیر و تشکر را داریم. صحت، سلامتی و موفقیتشان را از خدای بزرگ آرزومندیم. در هر فرصت انشاءالله ما دعاگوی شما عزیزان هستیم. تشکر از شما. و به نوبه خود باز عزیزان را، دوستان را تشویق میکنیم که انشاءالله یک ریالی از کمک های شما هدر نرفته و هدر نمی رود و ما در آینده هم چشم انتظار کمک های شما عزیزان هستیم و این کمک های شما اثرش مشهود است، معلوم است که یعنی بند آب است و یعنی سرک شهدا است که از پاتو به طرف ادخل کشیده شده است و سهولتی برای مردم منطقه به وجود آورده است. این آثار کمک های شما عزیزان بوده و هست و در آینده هم ما منتظر هستیم. البته دره را به نام قول که تقول و سنگ پریده، سنگ پریده، حالا فعلا ما در دره سنگ پریده هستیم. اینمی اردو قول ظرفیت های زیاد داره غیر از بند، ظرفیت های دیگری هم دارد، ظرفیت های دیگری دارد که اگر به کمک دوستان خارج، برادران عزیز ما که در خارج هستند و به کمک خود مردم منطقه سدهای دیگری، بندهای ایجاد شود، انشاءالله که در سطح ادخل مشکل آبیشان به صورت کلی حل خواهد شد. برای فعلا در این سالی که به سر میبریم الحمدلله اینمی قریجات بالایی ادخل نسبتاً آب خوبی دارن. این تمی لحظه که هوا هم بسیار گرم است در خیلی جاها مردم دچار کمبودی آب شده اند، حتی دچار آب خوردن شدند، ولی در امی دامانه ها منطقه کهنده، شبقال، بیدک، نوده، پهلودش، چمبرا انشاءالله مشکلاتشان تا جای مرفوع شده است. ولی اگر بندهای دیگه ایجاد شود که مطمئنن اثراتشان را در کل ادخل دارد. و خبر شدم یک تشکری ویژه از دوستان مقیم شهر آدلاید داریم که وعده دادن که مبلغ 8000 و چند صد دلار کمک جمع آوری کردند و برای به اصطلاح این بند و این راه می فرستند که از تک تکشان ما کمال سپاس و تقدیر و تشکری رو داریم، برایشان دعا می کنیم خداوند امواتشان را رحمت کند، خیر و برکت در مال و اولاد و عمر و زندگیشان بیندازد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما بنابرای خود خدمت برادران مقیم لندن سلام عرض می‌کنیم. سلام و ادب، خدا اونا را توفیق بده ان شاء الله که کمک کردن، خدا اونا را نگاه کنه، از وجود از بلاها حفظ کنه. دیگه تقدیر و تشکر یک جهان سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما به نوبه خود از کلیه برادرانی که در انگلیس تشریف دارن کمک کردن، برادر بسیار اظهار تشکری و سپاس را داریم. بسیار تشکر. رحیم. از همه مسافرین محترم بسیار تشکر میکنیم. مطمئن باشن که یک ریالشان ندر نموره، اینمین چی هر کدام در جای خو مصرف موشن انشاءالله. در آینده هم این مردم را فراموش نکنید با امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرانی که مقیم لندن هستن از تک تک شما سپاسگزاری میکنیم که با ما به این مردم بیچاره و مظلوم کمک کرده این، برای ما افتخار بخشیدین.
جهان سپاس میکنیم از شما که شما بیان عزیز درد ما را، رنج ما را سنجیدین و برای ما کمک کردین. انشالله خداوند شما را جزای خیر بدهد و مرده های تک تک شما را عریق رحمت به منتهای خود قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. جهان سپاس تشکر از همه عزیزانی که مثلا به این پروژه کمک کردن، دست از این مردم گرفته. خدا اونا را خیر بده، در دین دنیا خوار نکنه، اونا را سلامت باشد. دیگه هم امروز کمی دوستای کمک کرده آقای اخلاص صاحب، ما از امروز سهم کار خود یا 60,000 افغانی امروز هم خدمت آقای احمدی میدیم که ما خود ما میره کمک مون. خدا انشالله امات آقای علیزاده را رحمت کنه، ما بسالتیم آقابت بخیر کنه انشالله داریم. نه نه، اما حاجی صاحب خلکه ما توبه کنه. آقای علیزاده تو دیگه منظرمه کل چیز ما نمیگه؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. جانب عبدالعزیز، حاجی عبدالعزیز، از برادرانی که مقیم لندن و استرالیا هستند که کمک کردن ما را در این سرزمین برادر فقر و بدبختی، یک جهان تشکر میکنیم. خدا شما را اجر و پاداش آخرت عطا نماید. با تشکر. بسیار خوبی شد صاحب، بسیار. نه، راضی صاحب، بخیر راضی. یک جهان تشکر از این برادرای مسافر را قنجیز مو کمک ده، یک جهان تشکر. از دوستای مقیم انگلیس بسیار تشکری مونیم که کمک کردن. دیگه یعنی بند واقعا چی آو زیاد را ذخیره کرده، در همه جا مفید چی میرسه. دیگه از دوستایی که مقیم آمریکا هستن دیگه خواهش میشه که جمع آوری کنن، کمک کنن در منطقه، دیگه مفید چی در همه میرسه. تشکر. خود من آمریکاییم. برادرای خبر دارن پیش از پیش جمع کنن. از برادرایی که از لندن و استرالیا در این بند و این سرک شهدا کمک کرده خیلی تشکر میکنه. بازم چیمدرای از اینا هستیم که باید اینا رو کمک کنه تا امین یک پته یا دو پته بالا بره کمی سرک مسافر نه مقصد برسه. خب به نام خدا عرض سلام خدمت همه برادرها و دوستا. برادرای مسافر که هر جایی هستن، دبی، استرالیا، آمریکا، لندن، هر جایی که هستن کمک کرده. خدای عالم انشالله یار خیر بده، خدا انشالله یار توفیق بده، تا آینده انشالله مور کمک کنه، همین منطقه را آباد کنه. دیگه از این برادرها بسیار تشکری زیاد مونی. خدا یار خیر بده. انشالله که دایندم این منطقه را فراموش نکنه، منطقه خود را، منطقه بابا اجدادی خود را فراموش نکنه انشالله. دیگه تشکر از کل از این مسافرو در هر جایی که هستن کمک ده. خدا یار خیر بده، وایم که کمک مونه، خدا بر توفیق بیشتر بده. نه قدر خوشحال شدیم. خوشحالی از این بود که امی پیسه امزی بل بیچاره که بود امی دیگه دیر کار کرده بود، پیسه مایسه درک نداشت، یعنی کار خواب کرده بود. چند دفعه که ما این جماعتی برادر بیل کار میکرد، خدایی خیلی میتر با شوق مرفت خانه دیگه، خیال پلاو هم زیاد میزد که ولی اینتر کار میشه اینتر. این روز که اومد که بیل میل به خیلی تعطیله، یکم نو میچیدی دیگه، این فضل خدا باز پیسه ما دینال دوباره کار شروع میشه. این به خیلی قدر خوب کار شده دیگه. قنبر علی خاکت امروز کالای کشده پشته. آره، از این پیش دیگر هم کالا داشتی. آقا انشالله موفق باشی همه، انشالله تشکر.